این جلسه پنجم کلان میکسارینی برای افرادی که دوباره میگم بار اول اینجا بحث شدن، امکانی هست اگه دوست داریم ما یک جزوی داریم که تمام این حقچیان رو ما آماده کردیم و میتونیم برای شما که امکانی نیست که بتونیم بیان اینجا توی این جلسه شرکت کنیم، میتونیم برای شما از طریق داتای پی دی اف برای شما بفرستیم. اگه لطف کنیم میتونین ایمیل آدرس خودتون یا شماره واتساپتون به ما بدیم، بعد از این میتونیم این نو به شما برای شما بفرستیم. هفته گذشته ما در مورد یادتون از در مورد چی صحبت کردیم، هر چقدر تو هامبورگ نبودم از نزدیکای برلین بود که این تعلیم‌ها رو دادم، در مورد چه قسمتی بود که صحبت کردیم، یادتون از جلسه نگاه کردیم؟ یا در مورد قربانی کردن صحبت کردیم که خداوند در باغ عدن بود که اینجا آبیل و قایم بودن که هر دوتاشون آمدن و میخواستن خدا رو پرستش کنن و خدا چطور قربانی آبیل رو قبول کرد. چرا قبول کرد؟ چون یک بره آورده بود و اونو قربانی کرد و نشانه این قربانی چی بود؟ قبول من به جای این بره باید قربانی میشم ولی این شما این قدر از من بپذیرید، یعنی نشانه اینه که من گناهکار هستم، خون من باید ریخته بشه، چون خدا گفته که به هر حال اگه از این میوه درخت معرفتی نیکو بد بخوری خواهی مرد. نه، یعنی نااطاعتی کردن و نتیجهش برگ بود. فقط خدا ما رو انسان رو خلق نکرده بود که بکشه یا از بین ببره، بلکه ما شبیه خدا خلق شدیم که به اون هدفی که خداوند از ابتدا به اونجا هدایت کنه. به این خاطر آبیل آمد، قربانی خون بود، یعنی قربانی داد، یعنی اونجا گفته که خداوند من گناهکار هستم، معمولا من باید میمردم و همینطورم داوری میشدم، فقط اینو قبول کن. و اینم خداوند خودش هم این چیز رو این قربانی رو خودش اول کرد، یادتون هست نه؟ زمانی که آدم و حوا عریان بودن، زمانی که گناه کردن، یهودی متوجه شدن که واقعا به درد نخوردنی هستن و شرمنده شدن و خودشون رو قایم کردن، که گفتیم که اولین چیزی که اتفاق افتاده در باغ عدن همون شرم بود، عریانی بود، بعد از این ترس بود. و اونجا خداوند گفته که خداوند آمده رختایی و آماده کرده و ایشان رو پوشوند. پس قربانی اولی که خدا، یعنی در کتاب مقدس نوشته، قربانی بود که خود خدا قربانی کرد، یعنی یه کسی رو به یه جای به کسی دیگه کشت، یعنی خون باید ریخته بشه و خون نشانه یه قسمت حیاته یه قسمت مرگم هست. به این خاطر این خون ریخته شد که خدا برداشت آدم و هوا رو اونجا پوشوند و این یک درسی بود برای آدم و هوا که میدونستن که گناهکار هستن و باید به هر حال یه قربانی پرداخت کنن که خداوند بتونه با ایشان رابطه برقرار کنه. و قائین که خودش که آمد با قربانی نیومد، بلکه بهترین محصول کشاورزیشون، و اونجا خدا ردش کرد. هر چقدر بهترینش بود ردش کرد. چرا؟ چون این خودمحوری در قائین قرار گرفته که من خوب هستم، من گناهکار نیستم، من بهترین چیز رو برای تو میارم. به این خاطر خدا ردش کرد، گفته که بهترین چیزی هم برای خودم بیاری، تو گناهکار هستی، خودمحور هستی. منظور این است که خدا قائین رو کلن اینطوری رد کرد، دوستش نداشته، چون نشون داد که خودش هنوز مرکز زندگی خودشه. و ما هم اینم چند مدتی است که در موردش صحبت میکنیم. گناه اصل گناه، معنی گناه اینه خودمحوری. من خدای خودم هستم، من سلطنت میکنم، و هر چیزی که هر کسی میاد به حضور خدا که میگه که من خدا هستم، خدا نمیتونه قبولش کنه، چون خودش دیگه مرکز زندگی خودش کرده. همون که ما متوجه شدیم که از کجا شروع شد، از زمانی که شیطان علیه خدا شورش کرد و خودش هم میخواست مرکز باشه و بالاتر از خدا بکنه. به این خاطر این ریشه در انسان که قرار گرفت.
و هفته گذشتم در موردش هم صحبت کردیم که چطور کار شیطان اینه که واقعا کار خدا رو، نقشه خدا رو نابود کنه. هدف شیطان اینه که این فکر که خداوند داشت و این آرزویی که داشت و این نقشه‌ای که برای بشریت داشت، خدا رو، خود انسان به صورت ما و شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن، و گفتیم که خدا دنبال یک خانواده‌ای بود که شبیه او باشن، از طریق ماهیت، از طریق ذات مثل خدا باشن، اخلاق، شخصیت مثل خدا باشن، قدوس یا مقدس، محبت و بی‌عیب. و کار شیطان به هر حال اینه که اینو نابود کنه، خانواده خدا رو نابود کنه، نقشه خدا رو نابود کنه، هیچ موقع انسان به اون حقیقت نرسه. و می خودش هفته گذاشتم گفتیم که شیطان متنفر انسانه و به این خاطر تمام تلاش اینه که این وضع این دنیا رو هم که نگاه میکنه ببینی، تلاش اینه که همه چی رو نابود کنه، انسان رو به سمت خودش بکشه، و چون انسان هم گناهکار هست زیرش تسلط داشته باشه و روی این دنیا هم تسلط داشته باشه. امروز میخوایم نگاه کنیم که زمانی که آدم و حوا برای گناه کردن، الان وضعیت انسان رو میخوایم نگاه کنیم از زمانی که گناهکار شدن، یعنی خود محور شدن، و از این بعضی که شیطان به ایشان داد و اینو خوردن، خود محوری، و این قلب دیگه، قلبی که در انسان دیگه تمام خصوصیت های شخصیت های رفتار شیطان در انسان قرار گرفت. در مرقس باب 7، کتاب مرقس باب 7 آیه 19 تا 23 اینجا میگه که آنچه از درون آدم بیرون می آید آن است که انسان رو ناپاک می سازد، زیرا که از درون دل انسان صادر می شود خیالات بد، زنا، فسخ، قتل، دزدی، طمع، خباثت، مکر، شهوت پرستی، چشم بد، کفر، غرور و جهالت. تمام این چیزهای بد از درون صادر می شود یا میگردد و آدم رو ناپاک میگردد. این یک چیزی بود که شاگردان یهودی‌ها آمدن گفتن، یا فریسی آمدن عیسی مسیح گفتن که چرا شاگردای تو اصلا دستشون نمیشورن زمانی که غذا میخورن، مثل اینکه ناپاک میکنن. و عیسی مسیح اینجا میگه که ناپاکی نیست که الان یه چیزایی که با دستای ناپاک میخورن ما رو نجس میکنن، بلکه هر چیزی که از ته قلب انسان بیرون میاد. و اونجا توضیح میده خیالات بعد و زنا، پسخ و تمام چیزا. یعنی الان قلب‌های انسان زمانی که ما گناهکار به دنیا میاییم، تمام این خصوصیت‌ها، یا میتونم بگم میوه‌های این گناه، خودمحوری در انسان قرار گرفته. یک بچه‌ای که به دنیا میاد، پدر مادرشون تربیت نمی‌کنن که مثلا بگن که الان چطور باید دزدی کنی، چطور باید دروغ بگی، یا فکرای بد یا غیبت کنی. هیچ موقع پدر مادر درسش به بچه‌شون درس یاد نمیدن. میبینیم که این طبیعت انسانه، این خودمحوری این میوه رو میاره. و وضعیت انسان این شده، بایستی شبیه خدا میشد، الان از طریق ماهیت یا شخصیت شبیه کلن شیطان شده. و انسان هم، خود انسان خودش در ته قلبش، وجدانش، این خداوند به انسان هم وجدانی داده. تو این وجدان این قانونای اصلی رو خدا نوشته و یک هدیه است که خداوند به بشر داده، به انسان داده. حیوانات وجدان ندارن، به ما داده چون ما شبیه خدا خلق شدیم که ما بتونیم تشخیص بدیم چی خوبه چی بده. یه بچه کوچیک زمانی که ناطاعتی میکنه، در ته قلبش میدونه که علیه پدرش ناطاعتی کرده. به این خاطر چه کاری میکنه؟ همون کاری که آدم و حوا میکنن، فرار میکنه و نمیتونه به چشمای پدرش نگاه کنه.
چرا؟ میدونه که نافرمانی کرده. یعنی یه چیزای اصلی، قانونهای اصلی در انسان نوشته شده، در وجدان انسان نوشته شده. به این خاطر انسانم میدونه، بگم که آگاهه که یک بشرش سقوط کرده هست، یک کسی هست که افتاده، یک کسی که از اون هدف خدا جدا شده. در این ضمیر ناخودآگاه اونجا در این وجدان خودش میدونه. الان اینطوری نیست که مثلا یک کسی میگه که من از این نقشه خدا بیرون آمدم، فقط در ته قلبش میدونه، چون از زمانی که علیه خدا گناه کرد، از خدا، از اون هدف و از نقشه خدا جدا شد و از اون موقع گفتیم که ترس افتاد در انسان و این در وجدانمون یا در نفسمون عمیق اونجا قرار گرفت. به این خاطر از اون موقع انسان یه ترسی درونش هست، چون از یک راهی بیرون آمده، راهی که خداوند اونجا فراهم کرده. به این خاطر انسان تلاش میکنه با رفتارش، با حتی مؤمن بودنش، یه کاری انجام بده که رضامندی خدا رو به دست بیاره. ناخودآگاه ما میدونیم که الان خدا هست و خدا رو باید بپرستیم و یه قسمتش هم که میگیم که الان باید یه کاری انجام بدیم که به هر حال یک روزی من باید بمیرم، الان آینده من کجا خواهد بود؟ و یه قسمت از خدا ترسی که خدا هست، الان پس باید یه کارایی انجام بدم، یه اخلاقایی باید نشون بدم که رضامندی خدا رو به دست بیارم، که آخر خدا میگه که آفرین، گود، خوب کردی، الان نه جهنم، جهنم بلکه بهشت برای تو آماده هست. این در ته قلب هست، ته قلب انسان هست. الان در این قرن 21 که ما هستیم، اگه اروپا رو نگاه میکنین، الان اینجا دیگه از ترس خداوند یواش یواش بیشتر اصلا دور شدن، اونقدر عقل دانش قرار گرفته در انسان، دیگه خودشون هم میگن که اصلا خدا وجود نداره. به این خاطر هر کاری دوست دارن میتونن انجام بدن، یک روزی هم میبیرن دیگه نیستن. و فلسفه های زیادی هم الان به وجود آمده، هزاران فلسفه های به وجود آمده که به وسیله این فلسفه ها یا این دین های مذهب ها انسان سعی میکنه یک کسی رو انتخاب کنه که ببینه که حداقل در این قسمت میتونم، مثال میگم، یا رضامندی خدا رو به دست بیارم یا زندگی خودمون رو بهتر کنم. و در ته قلب انسان آگاهانه یا ناآگاهانه یه ترسی وجود داره و معمولا انسان هم اینطوری است که چون نمیتونیم حقیقت رو نمیشناسیم و چون راه رو نشون، راه حقیقت رو نمیشناسیم و تصویرای اشتباهی از خدا داریم، سعی میکنیم پس این ترس ها رو خفه کنیم، با کار کردن، با خیلی کارهای انجام میدیم، مذهبی رفتار کردن، سعی میکنیم همه چی رو خفه کنیم که مبادا این ترس به وجود بیاد، دوباره روشن بشه، چون ما راه حل رو نداریم، چطور میتونم آزاد بشم. در اینجاست که ما چون شبیه خدا هم خلق شدیم و ما تو کتاب مقدس هم دیدیم که از ابتدا، قبل از این آفرینش که خدا انسان رو خلق کرد، قبل از این خدا یک تصویری داشت، گفته که بیایم انسان رو به شباهت ما و موافق شبیه ما خلق کنیم. خدا یک ویزیونی داشت که میخواد یک خانواده ای داشته باشه و برایش خودش یه چیزی باز بود، میدونست که اینو خودش بگه انجام خواهد داد، یک روز خدا این خانواده رو که شبیه خودش خواهد داشت. ما هم که شبیه خدا خلق شدیم، ما هم همینطور تصویرایی داریم، چیزایی برای خودمون درست میکنیم، افسانه هایی برای خودمون درست میکنیم. معمولا افسانه برای کیه؟ برای بچه هامونه، نه؟ چون افسانه معمولا برمادر یه چیز فانتازی میگن یا یه چیزی هست که شاید واقعیت نداشته باشه و بیشتر اکثریت
که نگاه میکنیم در مورد یک شریر صحبت میکنه، در مورد یک چیز خوب صحبت میکنه، مثل الان یک جنگی به وجود داره، سیندرلاست که برمیداریم یا افسانه‌های دیگه هستن، معمولا این چیز این موجود بد رو تقریبا مثل یک اژدهایی میبینیم که از دهنش یک آتشی میاد، یا و معمولا هم اون کسی که الان میاد نجات میده یک کسی هست که روی اسب نشسته، اسب سفید نشسته و یک شمشیری در دستشه، و ما هم اونجا در اونجا قرار گرفتیم، یعنی این شخص قرار گرفته، یه شاهزاده خانومه اونجا قرار گرفته و الان زیر دست این اژدها هست و الان باید این شاهزاده بیاد الان این زن رو، این دختر رو آزاد کنه. و این زمانی که این تعریف میکنیم و داستانای دیگه تعریف میکنیم برای بچه هامون، الان فی حقیقی که میخواییم بردارین تقریبا 90% این افسانه ها این از زندگی ما تعریف میکنه، یعنی زندگی بشریته که ما شاهزاده خانم هستیم که گم شدیم، یک اژدها که خود شیطانه که تسلط داره و یک کسی باید بیاد ما رو نجات بده و ما خودمون در ته قلبمون میدونیم که کاری نمیتونیم انجام بدیم. این داستان، این اکثریت این افسانه هایی که هستن داستان بشریته، وضع ما اینه. شیطان هم که حکومت میکنه، این دنیا هم که وضع این دنیا رو نگاه میکنیم، تمام کشورهایمون نگاه میکنیم، سیاستمداران رو نگاه میکنیم و و و هزار تا چیزهای نگاه میکنیم، به خودمون هم میکنیم، خانوادهمون رو نگاه میکنیم، همه چی رو نگاه میکنیم، واقعا دیگه میبینیم که وای بر ما. پس یه کاری باید انجام بدیم. به این خاطر کار انسان چیه؟ پس حداقل باید یه کاری انجام بدیم. و معمولا هم در این دنیا خیلی میشنوم که مثلا میگن که الان مثلا ما باید خوب کارهای خوبی انجام بدیم. و این با کارهای خوب فلحقی چه کاری میکنیم؟ میخواییم وجدانمون رو آروم کنیم، یه کاری خوبی انجام میدیم. تو اینجا نوشته میشه، ببین من کاری خوبی انجام دادم، خدا دیدی من چیزی خوبی انجام دادم. یا باید شخصیت خودمون رو عوض کنیم، باید کارهای نیک انجام بدیم، که شاید هم بتونیم کارهای نیک کم و پیش انجام بدیم، فقط فراموش میکنیم، اصلا نمیدونیم چقدر پشتشون کارهای بد هم انجام میدیم، زمانی که افراد رو لعنت میکنیم یا بدی میکنیم، یا مثلا میگم الان دروغ میگیم یا تظاهر میکنیم. چون اینجا الان چه چیزی نوشتیم؟ از ته قلب انسان ظاهر میشه، طمع، نمیدونم بدگویی و خیلی چیزهای دیگه که اینجا در موردش، شهوت، حسادت. تو میتونی مثلا کاری خوبی انجام بدی، همزمان هم میتونی در قلبتون حسادت داشته باشی، که اینم پرال از این ریشه خودمحوری به وجود میاد. پس انسان سعی میکنه، در این نقشه‌ای که کشیدم، رضامندی خدا رو به دست بیاریم. مذهبای زیادی هستن، اسلام هم هست با این قانونهای خودشون، کردار نیک، اسلام نیست یعنی چیز زرتشتی که میگن، کردار نیک، رفتار نیک و گفتار نیک، ما باید این باشیم. همه چی خیلی عالیه. من میتونم یک چیزم سمبول چیه؟ فروهر. چی؟ فروهر. یه سمبول هم اندازیم اینجا و میگیم زو الان باید کارهای خوبی انجام بدیم. و واقعا من اون موقع چند سال پیش بود که آشنایی با این چیز نداشتم، درسش نداشتم، یک فرش فروش بود که با اونا آشنا شدم و همینطور در مورد مسیح هم از اینجوری صحبت کردم، نه من چیز هستم، من زرتشت هستم، چیز هستم. بعد از این دیدن که چطور با حق بازی سعی میکنه تمام این فرشای خودش رو بفروشه، دروغ میگه. بعد از این گفتم که ببین یه چیزایی میندازیم روی گردنمون، اعلام میکنیم زرتشت هستم، بعد اصلا فراموش میکنیم. بعد از این وارد زونیا میشیم و شروع میکنیم به هر حال تظاهر کردن، دروغ گفتن، حق بازی کردن. آخرش هم میگیم که ما الان زرتشت هستیم. و دینای مختلف هم هست، یا مذهب‌های مختلف هستن.
و همه مذهب. مذهب یعنی چی؟ مذهب یعنی اونجا قانونایی که نوشته من باید این قانونا رو رعایت کنم که رضامندی خدا رو به دست بیارم. تقریبا برمیگرده به پسر آدم قایم، من الان بهترین محصول رو برای تو میارم، این کارهای نیک رو انجام میدم و اونو برای تو میارم که منو قبول کنی. و خداوند میگه که کارهای نیک تو به درد نمیخوره، چون هر کاری نیکم انجام بدی از ریشه خودمحوری انجام بدی، تو مرکز هستی، آخرش هم دستم برای خودت میذاری، شاید هم به هیچ کسی هم نمیگی، یا فقط در ته قلبت زمانی که در خفا هستی دست میذاری این چه کارهای خوبی میکنم، ببین خدا من مثل دیگران نیستم. و این داستان هایی هم میتونی تو کتاب مقدس هم عیسی مسیح تعریف میکنه که تو میگه که یک توی یک هیکلی هست، یک مرد باجگیر گناهکار وارد میشه و همینطور هم یک فریسی. این فریسی میاد جلوی مزمه یا هیکل اونجا چیز میکنه، دستش باره، ای خداوند ببین چه کارهای خوبی میکنم، من ده یک رو میدم، نمیدم کارهای نیک رو انجام میدم، اینو انجام میدم، تمام پرونده رو میاره، من. اون مرد باجگیر پشت اونجا آخرین ردیف رو میشینه توی سینه، ای خدا من گناهکار هستم، رحم کن به من. هیچ کاری نیک رو نداره بگه، فقط میگه که ذات من خرابه، احتیاج به کمک تو دارم. و کلام خدا عیسی مسیح اینجا تعریف میکنه، میگه که اون شخصی که این گناهکاری که اونجا بود، این باجگیری بود، اونجا عادل شمرده، اونجا از اونجا رفت و خدا دعای او رو شنید، چون خودش رو جلوی خدا فروتن کرد. به این خاطر خدا به این قلب ها نگاه میکنه. بعد اینجا که این قسمت ها رو نگاه میکنیم، معمولا به خودتون هم نگاه کنید دیگه، داستان خودتون نگاه کنید، به چه انگیزه چه کاری انجام میدین. عیسی مسیح مثلا در مورد این مثلا هدیه دادن که صحبت میکنه، ببینید خداست، خدا صحبت میکنه، میگه دست، اگه با دست چپت یه هدیه به یه کسی میگه، دست راستت نباید بدونه. یعنی مثل اینکه میخواد بگه یه کاری که انجام میدی، مثل اینکه انجام دادی باید اینجا دیگه اصلا فراموش کنی، مثل اینکه کاری نکردی، اصلا نباید آخر دوباره بگی که ببین من این کارو کردم. چون خدا شخصیت ماهیت خدا اینجاست، اینطوریه. سو زمانی که خدا میبخشه دنبال این نیست که الان یه چیز رو مثل اینکه به دست بیاره بگی آها الان من به تو دادم، الان ببین چقدر خوب هستم، الان پس بده، الان جواب منو پس بده. خدای ما اینطوری، زمانی که خدا یه چیز رو بخشیده دیگه رفته، دیگه فراموش کرده و تمام چیزای نیک رو که یه کسی انجام میده، اینو میخوام متوجه بشین، چون خودش مرکز نیست، چون خود خدا نیازی چیزی نداره، چون مرکز نیست و خلایی درونش نیست، انتظارم نداره که از ما یه چیزی بگیره، بلکه خدای ما خدایی هست که فقط در حال بخشنده هست. آمین. طلبکار نیست. اینجاست که زمانی که به خودمون نگاه میکنیم، ببینید زمانی که یه کاری خوبی میکنم، برا بلا فاصله بعد از یه مدت میبینم ببین این کارو کردم ها، ببین اون شخص این کارو کردم، الان کمک احتیاج دارم، به من کمک نمیکنه. و شروع میکنیم به حال اینجا دیگه قضاوت کردن، حکم کردن، داوری کردن، یعنی که دیگه از این به بعد این کارو نمیکنم، خوبی نمیکنم. بعد یه کسی که بخشیده دیگه بخشیده، و یه کسی که واقعا اینطوری فکر میکنه، این کار رفتار میکنه، پس از ریشه خودمحوری نمیکنه، بلکه از ریشه محبت خدا انجام میده. آمین. انتظار نداره. اگه قلب من پر از محبته، اینطوری بگم، دنبال این نیستم که شما به من محبت کنید، من خودم پر از محبت هستم. زمانی که قلب من خالی باشه و یک
کاری خوبی انجام بدم، انتظار دارم شما به من یه چیزی پس بدید، چون میخوام قلب خودم رو پر کنم. درسته؟ چون محبت رو نداریم، چون از نقشه خدا جدا شدیم. خدا مرکز نیست، بلکه خودمون مرکز هستیم. و به هر حال این قسمت‌هایی هست که طوری نوشتم، مشکل انسان گناهه، حیات جاودانی است، اینجا نقشه خداست و انسان سعی میکنه با کارهای نیک، با مذهب، با ثروت، با اخلاق، من باید عوض بشم، این کار رو بکنم، اون کار عوض شدم. میتونیم واقعا میتونیم در این قسمت روی خودمون کار کنیم، یا که الان از این به بعد مثلا سعی میکنم مثلا دروغ نگم یا غیبت نکنم. این چیزایی هست که خوب چیزی میگن تصمیمای خوبیه. فقط ما باید اینطوری نگاه کنیم که هر چقدر هم سعی کنیم در قسمت‌های خوبی بکنیم، باید بدونیم انسان سقوط کرده هستیم و با این کارهای نیک که می‌خوایم انجام بدیم، میگم بیشتر خودمون اول جلال پیدا می‌کنیم، چون به خودمون نگاه می‌کنیم. فقط هنوز هم قلبای ما خالی میمونه، جدا از خدا میمونه. یک بار سالهای پیش که 30 سال 40 سال پیش که سیگار میکشیدم و امالی که سیگار میکشیدم گفتم زای این سیگار رو باید ترک کنم و گفتم که از به بعد دیگه سیگار نمیکشم. بعد از سیگار نکشم یه خلایی به وجود اومد و شروع کردم غذا خوردن و چیزای شیرینی خوردن. بعد از این دیدم که چاق میشم. نه اینا درست نیست. پس مثل این که یه چیزی رو انجام میدی، یه ضعفی به وجود میاد، بعد از این سعی میکنی این ضعف رو با یه چیزای دیگه پر کنی. اگه پر نکنی خالی میمونی، پس نمیشه، باید یه کارهایی انجام بدی. دیگه ناخودآگاه ما شروع میکنیم طبق طبیعت گناهکار شروع میکنیم کارهایی انجام بدیم، آرامشمو از دست میدیم و قدرت و تمرکز و خیلی چیزایی هست که در ما قرار میگیره. ته قلبمون آرزو داریم یه کسی بیاد منو نجات بده. من واقعا در این قسمت نمیتونم. در کتاب همون در خود عیسی مسیح، اینو میخوام اینجا فکر میکنم ننوشتم، خود عیسی مسیح زمانی که آمد به قوم خودش، این قوم خاص خودش بود، آمد اونجا و قوم خودش رو دید و میگه که و اینجا در متی باب 9 آیه 36 اینجا میگه که و چون جمعی کثیر دید، دلش برای ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. عیسی پسر خدا زمانی که وارد شد به این قوم خودش، یهودیایی که بودن، اسرائیل بود که خدا انتخاب کرده بود، و عیسی مسیح خودش هم که از نسل یهودا به دنیا آمد و قوم خودش رو دید و دلش سوخت چون جمعی کثیر دید، دلش برای ایشان بسوخت، زیرا که مانند گوسفندان بیشبان پریشان حال و پراکنده بودند. این وضع بشریت، وضع دنیاست، نه فقط اسرائیل، وضع دنیاست. الان اسرائیل اون موقع یهودیا حداقل قانون خدا رو داشتن و شریعت خدا رو داشتن، حضور خدا رو داشتن، مزبر رو داشتن یا هیکل رو داشتن، اونجا میتونستن برن گناهشون آمرزیده بشه. موقع قربانی هایی می آوردن، 5 تا قربانی مختلف بودن که می آوردن که خود رضامندی خدا رو به دست بیارن، نه به خاطر کارهای خوب، بلکه به خاطر قربانی هایی که برای خداوند می آوردن. هفته 6 روز اجازه داشتن کار کنن، هفتمین روز که سبت بود اجازه نداشتن کار بکنن.
چرا خدا میگه که اجازه نداری کار کنی؟ اصلا کلا هفته یک بار که الان ما تعطیل هستیم، من اینطوری فکر میکنم از همون قانون خداست، نه به خاطر اینکه استراحت کنی کاری نکنی، جز از اینکه فکر سبب این بود که ببین انسان کاری نمیتونه انجام بده، در روح استراحته، در روی اینه که باید در اون روز اول دو تا چیزایی هستن در اون روز، یعنی هیچ کاری احتیاج نیست، خدا مهیا کننده زندگی توست، خدا برای تو فکر میکنه. و یک معنی دیگه هم هست که چون زمانی که خدا در 6 روز دنیا رو خلق کرد، در 7 روز اونجا استراحت کرد، این نشانه نجات ابدی ماست که یک روز در ملکوت اونجا کارهایی که خدا انجام داد، خدا تکمیل کرد، اونجا زندگی خواهد کرد. اونجا هیچ کاری که انسان انجام داده اونجا نخواهد بود، همه کار از خداست. و حتی گفته که هر کسی که سبت من رو نگه در نداره باید کشته بشه. اونقدر این مطلب مهمه. انسان هیچ کاری تو نمیتونی انجام بدین. من خدای تو هستم. من هستم که تو رو نجات باید بدم. نه به خاطر کارهایی که نیک میکنی، به خاطر اینکه محبتی که نسبت به تو دارم. سبتم نشانه ایمانه که با ایمان زندگی کردن، ایمان به کاری که خداوند انجام داده. و خوبیش اینه که سبت روز استراحته، یعنی یه کسی که مخصوصا که با عیسی مسیح ایمان بیاریم، کلام خدا میگه وارد 7 روز میشیم، وارد استراحت میشیم، 24 ساعت در روز، 4 هفته در ماه، 12 ماه در سال، چون با ایمان زندگی میکنیم. ایمان به کاری که خداوند انجام داده و من باور با ایمان به عیسی مسیح زندگی میکنم، اوست که همه چی رو فراهم کرده و من رو هدایت میکنه. به این خاطر الان این سرود خونیم، شادی کنم سرود خونم، به این خاطر شادی میکنیم. چرا؟ چون واقعا هر کاری که باید انجام بشه که انسان نجات پیدا کنه، خود خدا انجام داد. من فقط میتونم در اون کار عیسی مسیح اینجا استراحت کنم. برادر موردش هم اینجا صحبت خواهیم کرد. و اینجا در این قسمتی که الان گفتم که انسان در ترس زندگی میکنه و ترس از آینده، ترس چی میشه، ترس از بیماری، ترس از اتفاقاتی بیفته. الان مخصوصا در زمانی که کرونا متوجه شدیم چقدر الان دنیا اصلا دگرگون شده، نمیدونه چه اتفاقاتی میفته. یک سیاستمدار یهو مثل پوتین میتونه بیسه تمام دنیا الان شروع میکنه به چرخیدن، یا تمام اقتصاد، همه چیز به هم خورده، یعنی در حال به هم خوردنی است. یهو میتونه یک کسی که در کره شمال یا میتونه یهو بیسته و یک تصمیم بگیری تمام دنیا به هم ریخته میشه. کنترلی چیزی نداریم. به این خاطر انسان در ترس زندگی میکنه. وای کرونا، وای نرم اونجا، همه ما ماسکا که اتفاقی نیفته نمیرم. و خیلی اتفاقاتی تو ایران افتاده. خیلی افرادی کشته شدن که یک سال پیش هم سالم بودن، یهو اتفاقاتی میفته. به این خاطر انسان در ترس زندگی میکنه. و اینجا در کتاب عبرانیان با دعای 14 و 15 اونجا میشه: پس چون فرزندان در خون و جسد شراکت دارن، یعنی فرزندان یعنی ما انسان، او نیست یعنی عیسی مسیح نیست همچنان در این هر دو شریک شد تا به واسطه موت صاحب قدرت موت، تا اون شخصی که روی مرگ، روی موت حکومت میکنه، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد، و آنانی که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی میبودن آزاد گرداند. اینجا هست؟ اینجا فکر میکنم نیست. نه.
پس میگه که عیسی مسیح یا تو کتاب مقدس اینجا در عبرانیان اینجا نوشته، پس چون فرزندان ما تو خون و جسم هستیم، پس خدا باید بیاد اینجا از جسم بپوشه مثل ما بشه که در هر دو شریک شده، یعنی با ما خدا میاد در طریق روح که به وسیله روح القدس عیسی مسیح به دنیا آمد و به وسیله مادر که انسان بود، به وسیله یعنی عیسی مسیح انسان شد که به وسیله تا به وسیله موت، یعنی زمانی که مرده روی صلیب که اونجا انسان هیچ دخالتی نکرده، انسان بود که او رو مصلوب کرد، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس و توب دابازان، یعنی قدرتی که شیطان داره روی انسان به خاطر مرگ به خاطر گناه تابان سازه خراب کنه، و ما که در میگه که در و آنانی که از ترس موت تمامی عمر خود را گرفتار بندگی می بودند، یعنی اسیر بودیم به خاطر گناه و ترس، چه اتفاق می افته؟ چی میشه؟ ما را چی کنه؟ چی کنه؟ آزاد کنه. دیگه نترسین، ترس در تو نباشه. ترسی که از زمانی که آدم و حوا گناه کردن ترس افتاد، درسته؟ ترس از کجا؟ از جدایی از خدا، چون خدا با گناه هیچ رابطه‌ای نداره. جدا شد، ترس افتاد، عریان انسان، انسان عریان شد. زو عیسی مسیح به این خاطر الان هفته های بعد هم صحبت میکنیم میاد و این زمانی که میمیره و کار انجام میده به وسیله موت، این قدرت شیطان رو در زندگی من رو، قدرت گناه رو در من میشکنه که این رابطه من، رابطه ما با خدا که جدا بود، که دیواری بود، اینو میشکنه که خدا بتونه با ما دوباره ارتباط برقرار کنه. و زمانی که ارتباط برقرار میکنه دوباره ما یک میشیم و این ترسی که قبل از این ما داشتیم از احساس ترس شدگی الان قبول شده در آغوش خدا، در آغوش پدر آسمون باشیم و بدونیم که در امنیت زندگی میکنم، به این خاطر در سبت میرم، یعنی در آرامش خدا میام. و کاری بود که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد. آمین. عزیزان، اگر شما هم چیزایی که شاید برای شما باز نمیشه و سوالهایی دارید، حتما اونجا بتونید اونجا سوالهایتون رو بنویسین، سعی میکنم هرچی بدونم به شما جواب بدم. پس کار شیطان پس چیه؟ الان تو جای شیطان بودی چه کاری میکردی؟ چی؟ خراب کردن نقشه خدا، درسته؟ یا همینطور هم الان سعی میکنه یه کاری انجام بده که با حقیقت آشنا نشی. چی؟ یا الان ما از نقشه خدا جدا هستیم. کار شیطان زمانی که عیسی مسیح میاد الان همه کارها رو انجام میده، این دیوار رو ور میداره که بتونیم با خدا ملاقات داشته باشیم، به نقشه خدا برگردیم. پس من شیطان میبودم، سعی میکردم یه کاری انجام بدم که بلایی روی سر شما بیارم، یک فشاری بیارم، یه ترسی به وجود بیارم که هیچ موقع با این حقیقت نرسیم. یا من شیطان بودم این کارو میکردم. چطور میتونم یه کاری انجام بدم که الان مثلا نوشی مثلا اونقدر مشکلی به وجود میارم در زندگیش که میگه من حوصله ندارم، من اصلا نمیتونم، الان وقت ندارم و کارهای زیادی هست و حقیقتا الان بگذاریم کنار، یا مثلا اونقدر زیاد درگیر هستم، مثلا چیز ندارم. یا افرادی هم هستن که اونقدر مذهبی هستن، مسلمون هستن، که میگن که نه، عیسی مسیح پسر خدا نیست، هیچ موقع نمیتونه باشه.
و چند بار بود که افرادی که اینجا آمدن، نمیدونم فکر هفته گذشته صحبت کردم یا نه، میگن که من میترسم به عیسی مسیح ایمان بیارم، مبادا الان محمد اونجا بالا اونجا ناراحت بشه که من اونجا چیز دین من رو عوض کردم، میترسم. فکر میکنم هفته گذشته هم در موردش صحبت کردم. یا ترس، هر جایی که ترس هست اینو بدونین عزیزان، شما هم که نگاه میکنین، هر جایی که ترس هست خدا نیست. هر جایی که میبینی که محبت و هیچ چیزی خودخواهی توش نیست، بلکه کاری هست که خدا انجام میده و دعوت میکنه. همینطور عیسی مسیح چی گفته؟ گفته بیاین نزد من گرانبارا و خسته دلان، من به شما آرامش میدم. نمیگه که من میام اونجا الان شما یخه شما رو میگیرم و کارهای انجام میدم. شخصیت ماهیت خدا اینه که هر دفعه که خدا رو میبینیم خدا دعوت میکنه، چون این حق انتخابی که به ما داده احترام میذاره. میخوای حیات؟ بیا پیش من. میخوای شفا میگیری؟ بیا پیش من. میخوای گناهت آمرزیده بشه؟ بیا پیش من. دعوت میکنه. شیطان برعکس. شیطان خفه میکنه که وای بر تو اگه تو این کارو بکنی، یه بلایی سرت میارم. اینجوری اینطوری اینو شروع میکنه به خفه کردن که آخر میترسی یه کاری انجام میدی. جایی که ترس هست اونجا مطمئن باش اون خدای واحد نیست، این خدای که اسمش محبت نیست. از این چیز میتونیم متوجه بشیم و همینطور هم به این خاطر هم کار شیطان اینه که با ترس ما رو از این حقیقت جدا نگه داره، از بی‌تفاوتی استفاده میکنه، از حتی میتونم بگم از کسانی که دیگه از مذهب از دین زده شدن، مثل الان ایرانی ها، افغان ها، کسانی که الان یا کشور دیگه هم هستن، اونقدر دیگه زده شدن که خسته شدن، من اصلا دینی نمیخوام، یه خدایی هست دیگه کافیه برای من. درسته؟ دیگه به یه جایی میرسی که از دین خسته بشی. فقط زمانی که یهو متوجه میشین ای عیسی مسیح مذهب و دین نیست، بلکه حیاته، مربوط به دین نیست، الان تو نمیاد، احتیاج نیست اسلام رو ترک کنی و به مسیحیت که به وسیله کلام یا شریعت بتونی رضامندی خدا رو به دست بیاری که خدا تو رو قبول میکنه. این میشه مذهب. بلکه زمانی که مذهب رو میگذاریم و شخص عیسی مسیح میذاریم و عیسی مسیح میگه که من آمدم اینجا تو رو نجات بدم، من آمدم به تو حیات بدم، اینو زیادتر حاصل کنم، من آمدم گناه تو رو ببخشم، من میتونم خود تو رو با من وصل کنم که بتونی رابطه با من داشته باشی. مسیحیت پس دین نیست، بلکه رابطه با خداست. یهو متوجه میشه یه کسی هست که یک شخصی هست که منو دوست داره، منو قبول میکنه و اونو دعوت میکنه برم اونجا. فقط باید بدونم که گناهکار هستم و زمانی که توبه میکنم و باور میکنم به وسیله ایمان میتونم با خدا ملاقات داشته باشم، ملاقات صمیمی داشته باشم. دیگه مذهب اینجا نیست. درسته؟ مذهب نیست، بلکه شخص عیسی مسیح. به این خاطر اول همین جلسه حقجیان هم که شروع کردیم گفتیم که ما نمیخوایم شما رو مسیحی کنیم، ما میخوایم عیسی مسیح، شخصی عیسی مسیح با شما آشنا کنیم. ما میخوایم عیسی مسیح تعریف کنیم، بگیم که اون خداست که تو رو دوست داره، نه نقشه های عالی برای تو داره. اگر دین میخوایی، اگر دنبال مذهب هستین عزیزان، مسلمون بمونید، چون دین مسلمون از دین مسیح خیلی خیلی سابقتره. دین مسیحی غیر ممکنه بتونی نگه داری دین رو، یعنی شریعت کتاب مقدس که برمیداری نمیتونی انجام بدی، غیر ممکنه. شریعت اسلام رو میتونی انجام بدی، چون طبق قلب انسان نوشته شده. یا مخصوصا برای مردا. درسته؟ مخصوصا برای مردا. خب مسیحیت، من اگه ازدواج میکنم یک زن باید داشته باشم، اجازه ندارم طلاق بگیرم.
در اسلام میتونم چند تا زن داشته باشم، میتونم به هر حال اونجا قانونایی هست که میتونم خیلی راحتم اونجا همه چی رو عوض کنم. برای مردا خیلی راحته. من راستش بگم من مذهب بودم میرفتم مسلمان میشدم. طبق طبیعت من میتونم لذت ببرم اونجا. مخصوصا سلطنت کنم، روی زنا حکومت کنم. به این خاطر خیلی زیاد خانوم های اصلا به عیسی مسیح ایمان میارن. چرا؟ چون اونجا یه شخصی میدونن که دوستم داره. بتونم از این اسارت این شیطان یا اسارت این قانون ها آزاد بشن. بیشتر زنا ایمان میارن چون دردی زیادی کشیدن. نه زنا؟ خواهرا؟ اونجا یک مردی معرفی میکنیم، عیسی مسیح که دوستت داره. بخاطر این عکسایی که تابلوهایی که تو همون تو خونهای مسلمان هم هستن، عیسی مسیح با یک قلبی اینجا ایستاده و اکثریت هم اینطوری که من آشنا شدم میبینن که مسلمان بیشتر عیسی مسیح رو دوست دارن، چون زندگیش و شخصیتش و همه چی رو میبینن، که میبینن چقدر عالی، چقدر برای محمد رو نگاه میکنن. به هر حال فکرهای خودشون دارن شخصیت ما. در این قسمت هم اینجا خدا به ما چیز کرده، چی میگن، این امکان رو میده که خودمونم بمونم، به ما عقل هم داده که واقعا تشخیص بدیم، نه فقط اسلام رو، اصلا کلا دین های مختلف هم همینطور. الان برم اونجا هندویسم اونجا یه گاو رو بپرستم، آیا واقعا فکر کنی آیا واقعا خدا من رو خلق کرده الان یه گاوی باشه، احترام بذارم، مقدسه و باید نمیدونم مراسمایی باید انجام بدم؟ آیا واقعا این خداست که منو خلق کرده؟ کشوری که گاو ندارن چی میشن بس؟ ببخشید نمیخوام بی احترامی کنم، فقط میگم خدا به هر حال به ما عقل داده فکر کنیم، و پشت تمام چیزای شریعت هایی که نوشته شده، قانونایی که نوشته شده، واقعا فکر کنیم پشتش خداست. و مخصوصا که اسم خدا را محبت میذاریم، آیا واقعا محبت رفتارش اینطوریه؟ به این خاطر شریعت مسیح رو نگه داشتن غیر ممکنه، چون شریعتی که در کتاب مقدس نوشته این شخصیت خداست که هیچ کسی جز از خدا نمیتونه نگه داره. گوش کردیم؟ این کتاب مقدس که اونجا نوشته که دشمن خودت رو دوست داشته باش و برایش دعا کن، تنها خدا میتونه انجام بده. انسان به اون طبیعتی که خود محوره نمیتونه انجام بده. نه؟ یه کسی برای شیطان دعا نه، و گفته کسی دشمن نه دشمن شیطان دشمن الان نه دشمن مربوط به انسان الان. الان دشمن شما میتونید دشمن من باشین، یا کسی میاد اونجا به من بدی میکنه، انسان منظور من. تو میگه دشمن خودت رو دوست داشته باش. نه برای شیطان میگم، شیطان اصلا ملعون شده است. شیطان خدا شیطان رو ملعون کرده. ماهیت شیطان هم غروره. به این خاطر شیطان هیچ موقع ماهیت 100% غروره. هیچ موقع هم شیطان توبه نمیتونه بکنه، چون غروره، خود محوره. بعضی اصلا میپرسن میگه آیا شیطان توبه کنه خدا میبخشش؟ من میگم که شیطان اصلا نمیتونه توبه کنه، چون ماهیتش به کمال رسیده، غرور به کمال رسیده. هیچ قسمت محبتی اونجا وجود نداره، فروتنی وجود نداره. برعکس خدا در کمال فروتنه، خود محور نیست، بخشنده هست. دشمن خودتو دوست داشته باش و برش دعا کن. یعنی به من کسانی که خیانت میکنن جفا میرسونن، حتی اونجا هم نمیشه، کسانی که تو رو جفا میرسونن برشون دعا کن. یعنی کسی که به تو بدی میکنه تو خوبی انجام بده، یعنی برایش دعا کن و محبتش کن. چرا؟ خود عیسی مسیح که نگاه میکنیم اینو انجام داد یا نه؟
بردن اونجا، این 3 سال رو اینجا زندگی کرد، خوبی کرد، همه کارهای نیک رو انجام بده بدون قید و شرط. بعد از این بردنش روی صلیب اونجا میخکوبش کردن، لعنتش کردن، نمیدونم فوشش دادن و همینطور بی احترامی کردن، لختش کردن، اونجا میخکوبش کردن. عیسی مسیح از اونجا این محبت، اونجا عشق آمد، گفته پدر ببخش، نمیدونن چی میکنن. زمانی که عیسی مسیح، من مطمئن هستم، اونجا روی صلیب بود، اینجا نگاه نکرد که این بدبخت و بیچاره چه کاری با من کردن، لعنت بارشن. نه، چون خودش محبت میگه ای خدا من واقعا اصلا نمیدونم چی میکنم، این خلقتی که تو خلق کردی همه گمراه هستن، حقیقت رو نمیدونن، ولی چه چیزی جلالی رو خلق کردی پدر جان، عاشقانه دوستش داری، منم دوستش دارم، این خلقت توست، بعد نمیدونم چه کاری میکنم. این قربانی منو بردار روی صلیب، از طریق این قربانی نجاتش بده که واقعا بتونم به حقیقت برسن، به نقشه تو ببرن. این خداست، خدای ماست که با این شفاعت کرد که راه رو برای ما، برای نجات باز کنه. به این خاطر زمانی که کتاب مقدس رو میخونم، آیه های شریعت عیسی رو که اینجا گفته در متی 5:6-7 اونجا میخونم، تقریبا اینطوری به شما بگم، تقریبا اینطوری میخواد بگه که ای آلبرت، اگر تو از این میوه حیات میخوردی، تو این میبودی، تو میتونستی همه چی رو انجام بدی. پس زمانی که می نگاه میکنم به خودم، میبینم که نه، اصلا دشمن خودمونا نمیتونم محبت کنم، من نمیتونم برش دعا کنم، نه فقط اون، اصلا حتی همسایه خودم از دشمن من نیست، نمیتونم محبتش کنم. نه سخت نیست، غیر ممکنه. سخت نیست، غیر ممکنه شریعت خدا رو انجام بدین، چون خواهیم دید، چون این قلب طبیعتش فرق میکنه از طبیعت خدا. انسان نمیتونه. به این خاطر میگم که اگر دنبال، عزیزان، دنبال مذهب هستین، اسلام بهتره، خیلی بهتره، آسونتره. و در اسلام متاسفانه نمیدونی که حیات جاودانی رو داری یا نه، تا آخرین لحظه نمیدونی میرم جهنم یا میرم بهشت. هیچ قولی نیست، هیچ وعده‌ای نیست، هیچ پیشگوهایی هم نیست. اونجا فقط در مورد چی صحبت میکنه؟ کار خوب، کار خوب، کار خوب، کار خوب، کار خوب، همه چی کار خوب، تو همه چی رو تو باید بکنی. ها؟ یا در مورد بهشت، یا در مورد بهشت اینجا صحبت میکنه. فقط منظور من این وعده هایی که خداوند تو کتاب مقدس برای زندگی امروز ما، زندگی میگه، اونجا هیچ وعده ای چیزایی نیست. میگه که باشه در بهشت، چه الان برای مردان چیزی نمیشه، برای زنان هست، نمیدونم تو بهشت چطور خواهند گذاشت. یا میگم که اسلام بیشتر برای مردا خوبه. به هر حال نمیخوام الان در مورد، نمیخوام برم وارد مذهب بشم، فقط میخوام اینطوری حداقل یکم شروع کنی به فکر کردن و در موردش برای نگاه کنیم، ببینیم که کلام خدا چی میگه. فقط کلا میخوام بگم که عزیزان، مذهب یه چیزی هست که انسان سعی میکنه یه کاری انجام بده که رضامندی خدا رو بگیره. عیسی مسیح میاد و میگه که تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، من باید انجام بدم که تو رو نجات بدم. این شاهزاده باید بیاد، این شاهزاده خانوم رو نجات بده از این اژدها. ما واقعا هیچ کاری هستیم، یه کسی باید بیاد که ما رو نجات بده. به این خاطر زمانی
کسی میاد اینجا نجات بده، واقعا دیگه باید اینجا تسلیم باشیم. یا خدا رو شکر، خدا رو شکر که از کار ما ساخته نمیشه، چون واقعا اگه نه باید 24 ساعت فقط در حال کار باشیم، چی کردم چی نکردم، چی چیز باید انجام بده، کدوم اشتباه کردم، کجا باید درستش کنم، هی در حال چیز هست، اصلا آرامش رو همه رو از دست میدیم، اون آرامشی هم که کاذبیه اینم از دست میدیم، آخر تو افسردگی میفتین. بعد از این شیطان هم میاد میگه که ببین خاموش کن، اصلا بکش خودت رو، بکن، فایده نداره، و افرادی زیاده مثلا این راه رو میرن. امیدوار هستم خوب استراحت کرده باشین و یا استو میخوایم الان این قسمت هایی که ما گفتیم ادامه بدیم. یک چیزی هم که گفتم که هدف شیطان اینه که واقعا ما هیچ موقع به اون حقیقت نرسیم، و هفته گذشته فکر میکنم اینم گفته بودم اینجا در دوم قرنتیان باب 4:4 اینجا نوشته که این که در ایشان خدای، در ایشان منظور اینه که دنیا یا افراد که در این دنیا هستن، در ایشان خدای این جهان فهمای بی ایمانش رو کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. یعنی هدف فرار شیطان اینه که رئیس این دنیاست، همه کار رو انجام بده که هیچ موقع به اون حقیقت نرسیم، که متوجه بشیم که خدا برای چی ما رو خلق کرده، و همینطور بتونیم به وسیله اونم نجات پیدا کنیم و بیایم به نقشه خدا. برحال زمانی که این خلایی که یه خلایی که در انسان، در قلب انسان اتفاق افتاده، از زمانی که آدم و حوا گناه کردن دیگه، انسان سعی میکنه خلاهای خودش رو با چیزایی که در این دنیا هست، این پیشنهادهایی که این دنیا میده یا سیستم این دنیا میده و شیطان یا نیروهای تاریکی، که بتونیم از این طریق بتونیم استفاده کنیم، بتونیم خلاهای خودمون رو پر کنیم. تقریبا اینطوری، مثل این که مثلا یک ماشینی که ماشین که یه موتوری داره و این موتور احتیاج به بنزین داره که بتونه حرکت کنه، و این بنزین وجود نداره، پس و مثلا خود صاحب چی میگن، صاحب ماشین اصلا نمیدونه چی باید بیاد تو، و سعی میکنه با چیزای دیگه، چیزای مختلف این تانک خودش رو پر کنه که برحال این ماشین بتونه حرکت، تو حرکت بیفته. این یه چیز مثالی ساده گفتن که متوجه بشین، یعنی این خلایی هست، تو این خلا باید حضور خدا، محبت خدا می بود، و این الان از بین رفته. انسانم برحال سعی میکنه به کارهای اینی که همینطور که گفتم رضامندی خدا رو به دست بیاره، فقط هر کاری هم بخواد بکنه خلا هست، و این دنیایی که زمانی که نگاه میکنیم و همینطور هم هیلیگری شیطان رو نگاه میکنیم، میبینیم که چطور شیطان هم از این چیزا استفاده میکنه که ما رو گمراه کنه، که این آرامشی که ما دنبالش هستیم یا محبتی که ما دنبالش هستیم یا این امیدی که ما دنبالش هستیم یا قدرتی که ما داریم، که همه چی در محبت خدا، یعنی در حضور خدا در ما قرار میگیره، این الان طوری تقریبا تبلیغ کنه با چیزهای دنیایی که انسان فکر کنه که اگه من این چیزها رو به دست بیارم واقعا خلای من پر خواهد شد، من میتونم زندگی موفقی داشته باشم. مثال میگم اینجا، عکسایی که چیز کردم، این چیزهایی هست که انسان به هر حال احتیاج داره. ما در مورد این چیزی که الان اینجا بالا نوشتم، انسان دنبال یک آزادی هست، دنبال یک سول،
دنبال یک امنیت، دنبال یک شادی هست. ما برای این شادی ما خلق شدیم، مثلا دنبال محبت، و محبتی که است که زمانی که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده، یعنی محبت خدا در ما قرار بگیره. و همینطور هم به حال چیز احساس پذیرفته شدن هستیم، و همینطور هم امنیت. انسان دنبال این چیزایی هستن که واقعا بتونه لذت ببره از زندگی، لذت ببره. چون اینا همه چی در خدا، در خدای محبت خدا، حضور خدا تکمیل میشه، فقط اینو نداره. پس اینجا زمانی که قسمت اول سکس، اصلا سکس یه چیزی هست که درست خدا خلق کرده سکس رو که بین زن و شوهر مثل آدم و حوا که از اون استفاده کنن که دنیا رو تکثیر کنن، یا یک عشق، یه چیز مقدسیه. و دنیا آمده، به سیستم دنیا آمده و انسان آمده، اصلا از این عشق، عشق واقعی آمده، یک شهوتی کرده، یا و دیگه همه فقط دنبال سکس هستن، یا فکر میکنن در این سکس میتونن بعد حال خودشونو، خلقی خودشونو پر کنن. مثلا مردا، ما دوست داریم مردان، مرد شدن خودمون، چی میگن فارسی، مرد بودن خودمون رو نشون بدیم، مردونگی خودمون رو نشون بدیم، یا زنهای زیادی داشته باشیم که بگم من مرد هستم. این تمام چیزهایی هستن که منم متاسفانه اینطوری هم بودم، یا که اینطوری فکر میکردم که یک چیزی، یک قدرت، یک نیروی، یک خودم ارضا میشم از این چیز. فقط بعد از این مدت میبینی که نه، اینم نیست. یعنی اصلا کلن همه چی رو کچ کرده شیطان که فکر بکنیم اینو داشته باشم، موفقیت در این سکس داشته باشم، در این قسمت رو داشته باشم، واقعا میتونم برحال خلای خودم رو پر کنم. بعضی هستن که این امکانش رو ندارن، یا مثلا این زیباییش رو ندارن، یا برحال در یک جامعه دیگه بزرگ شدن. بعضی وقت میبینی که زمانی که میخوای شادی رو چیز کنی، شادی چیز کردیم، چی میگن، عوض کردیم با مشروب و با چیزهایی که سعی میکنیم این شادی رو، یه چیز رو برداریم، یه چیز رو چی میگم، خودمون فارسیش چی؟ ارضا کنیم، یا که بتونیم مثلا این آزادی رو، این شادی رو بتونیم، یا در این شادی زندگی کنیم. چیزهای خیلی چیزهای مختلف هستن. فقط چند تا نکته هایی نوشتم. افرادی هستن که دنبال پول هستن، دنبال موفقیت هستن. اگر پول داشته باشم بتونم تمام نیازهای خودمون رو، همینطورم در مورد آرزوهای خودمون رو اینجا میتونم پر کنم و موفق بشم. و زمانی که پولم دارم، به هر حال افراد به من احترام میذارم و منم اونجا به هر حال یک قدرتی، غیرتی دارم. و دنبال پول هستن. افرادی هم هستن الان سیگارم که نگاه میکنیم، من همینطور که گفتم خودم خیلی زیاد سیگار میکشیدم، سیگارم به هر حال نشانه آرامشه، یا چون این آرامش رو در ما نداریم، احتیاج به سیگار داریم. سیگار فلحقی به هر حال شاید الان یک قسمتی که آرامش میده، فقط یه چیزی هست که ما وارد میکنیم، یه چیزی که من میخوام داشته باشم که بتونم این آرامش رو در خودم داشته باشم. مخصوصا که زمانی که اعصابم خورد شده، اتفاقاتی میفته، میبینی که چطور زود به سیگار میکشیم و سعی میکنیم تقریبا مثل اینطوری بگم، تو پارانتز، مثل اینکه پستونکی هست، یا پستونک، پشت پستونک شیر نیست، شیر اصلی به هر حال برای توی چیز چی میگن، یا از سینما پادرشه، یا برای اونجا متعلق میشه. فقط زمانی که این سیگار رو برمیداریم، تقریبا مثل پستونک میمونه، یه چیز رو برمیداریم و استفاده میکنیم. فقط هیچ حیات، هیچ چیزی توش نیست، بلکه بیشتر ما رو اینجا وابسته میکنه. یا و میبینیم که این آرامش ما تکمیل نشده، هنوزم اونجا اعصابمون خورده، هنوزم مشکلهایی هستن که دگرگون میکنن فکرهای ما رو. یا همینطور هم مواد مخدر هم هست که زمانی که دیگه همه چی رو استفاده کردیم، بعد از این آخر میبینیم که به مواد مخدر. من خودم در سن 15 سالگی بود که فکر میکنم با شروع کردم با سیگار کشیدن، و بعد از این بیشتر تو آلمان هم که زمانی که اینجا
آمده بودیم، زبان آلمانی رو به هر حال یاد گرفته بودم. فقط هنوز اینطوری تو آلمان اون زمان خیلی چیز وضع آلمان اینطوری بود که احساس طرد شدگی میکردم. یا و در سن 12 سالگی بود که آمده بودم آلمان، و زمان اینکه زمان آلمانی هم هنوز یاد نگرفته بودم. توی یک مدرسه بودیم، مدرسه بودم که اونجا فقط 2 تا خارجی بودن، یه ژاپنی بود و من بودم، و همه مسخره میکردم منو. افرادی که در ایران میان اونجا دیگه مهم سیاه سیاه، همه بلوند بودن، واقعا مثل یک میگن آلمانی میگن شواتس شاف، یعنی میشه می گوسفند سیاه، یا و مسخره میکردم و من اصلا چیز میکردن، اذیت میکردن. یه خلایی در منم اونجا به وجود آمد و دوستایی اینطوری نداشتم، و بعضی وقتا میدیدم که چطور چیز میکردم منو، کارایی میکردن رو نمیخوام در موردش تعریف کنم، فقط این خلا دائما در من به وجود آمد. و بعد از یه مدت پس با افرادی که تو کلاسمون بودن که اونم از طریق اجتماعی اونجا چیز چی میگم سطح پایین بودن یا چی میگن فارسی، فقط با اینا دوست شدم، یا چون اونا منو پذیرفتن، این بقیه منو نپذیرفتن، و این باعث شد اصلا کلا با این یک دوستایی داشتم. بران اونجا یه قسمتی نمیخوام بگم خلافکار بودم، فقط برای سیگاری و معتاد و اینطوری چیزا، مواد مخدر، و منم یواش یواش در سن 16 سالگی شروع کردم با مواد مخدر رو. و بعد از یه مدتی الاسته نمیدونم چی، میدونی چی، یه قرص های خیلی قوی هستن که واقعا میتونن دیوونه کنن. آخر به دقت استفاده کردم که در سن تقریبا 18 سالگی بود که تقریبا به خودکشی رسیده بودم، و دیگه به یه جایی، یعنی واقعا این مواد مقدم منو به یه جایی آورده بودن که دیگه رفته بودم که خودم رو از پنجره بندازم پایین و بمیرم، چون واقعا به یه جایی رسیده بودم، دیگه ناامیدی کامل از خودم رسیده بودم، و زوزوی احساس ترک شدگی میکردم در این دنیا. و این باعث شد که من همینطور، خدا شاید، چطور رفتم اونجا پنجره رو باز کردم و میخواستم بندازم. منم توی یک خونه قدیمی پیش دوستان بودم که قدیمی یعنی چیز تقریبا 4 طبقه بود، تقریبا فکر میکنم 25 متر فاصلش بود، رفته بودم اونجا، در رو همینطور میخواستم باز کنم، پرت کنم خودم، و یهو یک صدایی آمد که گفت آلبرت چی میکنی؟ یعنی صدای من خودم نبود، صدای خدا بود که اونجا اطلاع نداشتم، اون موقع اصلا دنبال خودم نبودم، و فقط یه قسمتی بود که من میخواستم از خودم فرار کنم و نمیدونستم چی، تو ناامیدی واقعا کامل. و این بیشتر برای این که احساس ترد شدگی، تو به درد نمیخوری. هر چقدرم توی چیز لوفتانزا اونجا کار میکردم، اونجا هاسپیتالون کرده بودم، و برای این صدا آمد گفته آلبرت چی میکنی؟ یه خوش شوکه شدم که دیدم این صدا از کجا آمد، یعنی ترس افتاد. و برحال نمیخوام الان زیاد چیز بدم، ولی بعد از این برحال خدا هدایت کرد، یعنی خودم رو، بعض خودم رو نشون داد. یعنی منظور من اینه که فقط این داستان کوتاه چیز کردم، تعریف کردم که اینطوری کار شیطان اینه، از یک بلا روی بلای دیگه، تو مشکلی دیگه، تو فشاری دیگه میاره، تا آخر به یه ناامیدی برسی. زمانی که به ناامیدی رسیدی دیگه، اون موقع میگه که دیگه الان تموم کنده زندگی تو. و برحال هدف همه انسان اینه که واقعا در آرامش، در امنیت، در خوشبختی زندگی کنیم. فقط و چون حقیقت رو نمیدونیم که در مسیح همه چی، در خدا همه چی انجام میشه، و به خاطر گناه ما توی این قفس شیطان افتادیم، چون اینو نمیدونیم، آخرش هم این ناامیدی باعث میشه که افراد واقعا به خودکشی میرسن. من واقعا میتونم از اون موقع میدونم، واقعا درک کنم افرادی که خودکشی میکنن به چه جایی میرسن، دیگه هیچ امیدی دیگه ندارن، از خودشون ندارن و از دنیا ندارن. و برای کار شیطان اینجاست که ما رو به اون جایی برسه و
دائما هم زمانی که توی دنیا نگاه میکنیم، تبلیغ های دنیا رو نگاه میکنیم، یا الان هر جایی که هستی توی ایران، هر جایی که هست میبینی که دائما تو خیابونا همه چی تبلیغ میکنن. یا تبلیغ یعنی مثل این که الان چی میگم، مثل این که سیگار، همون تبلیغ سیگار. یا تبلیغ سیگار اینطوری که زمانی که اون زمان اینطوری بود که تو آلمان الان ممنوعه. یا فقط اونجا میبینیم که مثلا یک مردی هست که مثلا روی اسب نشسته و توی منظره خیلی بزرگی هست، باز، و خیلی احساس این چیز رو به تو میده، آزادی به تو میده. یا این مردم نشسته اینجا با یک سیگاری وینستون یا چیز اینجا. و این تصویری که اینجا نگاه میکنی، این روی تو تاثیر میذاره و همون آگهی ها این هست که تو رو هدایت کنن که به تو بگن که تو احتیاج به من داری. الان سیگاری نباشی چیزای دیگه هستن، اودیکولون. یا الان تو آلمان که تبلیغ های ادود کلونی میبینم، مثلا الان تو تلویزیون چون مرد یه مردی هست یهو این مودی کلون رو بر میداره میذاره و بعد میره تو خیابون، تمام زنها الان چیز میکنن، دیوونه میشن دنبالش و اونم شروع میکنه به دویدن، همه زنها دنبالش میدونن، میخوان این تصویر بده الان این مودی کلون رو داشته باشی، مثل اینکه بیشتر میتونی در این قسمت های ارتباط با زنها میتونی موفق باشی. خب این وارد میشه تا میگه که پس این نوتیکلور من احتیاج دارم. بعد متوجه نمیشه این زنایی که به دنبال پشت تو میدونن دنبال تو نیستن، دنبال این عطرن. تو مهم نیستی. فقط ما اینا رو برمیداریم و خیلی آگهی هایی هستن که امروز این میتونی پیشنهاد میکنن زمانی که میری با اوبا، میخواییم بری با هر جایی که این نگاه کنین، این تبلیغ ها، این تبلیغ میخواد تو نشون میده تو احتیاج به من داری. همینطور هم لباس های مود، یا مود عوض شده، بس من باید الان جینزم باید عوض کنم، اینم باید عوض کنم. چرا؟ چون من میخوام اینجا پذیرفته بشم، مخصوصا این نوجوانان. یک کسی یه چیزی که میاد، یک مودی میاد که مثلا الان جینز مثلا لیویس، یا همه باید لیویس بپوشن، اگر لیویس نپوشن دیگه منو قبول نمی کنم، مثل اینکه دوستای من رو قبول نه، لیویس لیب پوشیدی، لیب قدیمیه. ببینید بر میخوره، احساس میکنی به خاطر این جینز تو پذیرفته نمیشه، پس لباس هایی هست که باید بپوشین که پذیرفته بشین. درسته یا نه؟ به خودمون نگاه میکنیم ببینیم که اینه با دائما دنیاست که دستور میده چی باید وردارم که به خوشبختی برسم، و پشتش هم بلا شیطانه. و انسان هم دائما در حال دویدن هستیم که این خلاهای ما رو پر کنیم. آزادی، آرامش، امنیت، شادی، محبت، قدرت و محافظت، رضایت روحانی، بله خیلی چیزایی هستن که ما دنبالش هستیم. فقط میگم که همه چیز به خاطر اینکه این جدایی از خدا به وجود آمده، انسان خودمحور شده و تمام ثمرای این همون از دست دادن تمام این چیزهایی هستن که اینجا نوشتیم آرامش و صلح و سلامتی است. انسان تقریبا یک دغلکی شده پشت زندان و خودش هم نمیدونه، زندان گناه، و دائما سعی میکنیم خودمون رو با یک طوری نشون بدیم در این دنیا که پذیرفته بشیم. انسان، نمیخوام الان چیز کنم بگم همه اینطوری هستن، فقط کلن میتونم بگم ما فقط انسان سعی میکنه دائما یک رولی بازی کنه، و معمولا هم خیلی خیلی نرمال عادی هم هست که ما سعی میکنیم بهترین چیز رو برای نشون بدیم، چیزای خوب رو نشون میدیم، نمیدیم. چون زمانی که من به شما نشون بدم من واقعا کی هستم اینطوری بگم، چیزای من همه شما شاید از من فرار کنید. متوجه هستیم؟ به این خاطر ما تبلیغ میکنیم، از خودمون تبلیغ میکنیم. زن و شوهر با هم آشنا میشن، همدیگه رو عاشقانه دوست دارن، این زن همه چیزای خوب رو نشون میده، مرد همه چیز رو خوب رو نشون میده، بعد از این میگن ما با هم برای
چی شدیم، انتخاب شدیم، ازدواج میکنن، بعد از یک سال میبینیم که نه، اون اصلا کی رو ازدواج کردم، کی بود توش، مرده یا نه زنه. الان نمیخوام بگم، دوباره میگم، نمیخوام آلمانی میگن یوبتخایب، نمیخوام الان بگم همه اینطوری هستن، فقط کلن شاید میگم 80% ما اینطوری هستیم. به این خاطر این طلاقای زیادی در این دنیا هست. چرا بعد از یک سال دو سال باید طلاق بگیریم؟ مگه شما هم دیگر رو دوست نداشتیم؟ پس الان یه چیزهایی متوجه شدیم که نمیدونستیم، شاید این شخص هم نمیدونه، شاید زمانی که مثلا ما بعضی وقت ما از خودمون آگاهی نداریم، یا زمانی که مثال میگم تو یک مردی هستی با یه زنی آشنا میشی و بعد از یه مدت مثال میگم این زن رفتارهایی میکنه که او منفجر میشی، یعنی خشمی به وجود میاد، شاید قبل از این خشم رو اینطوری در طول نمیدیدی چون وارد این مشکلهایی نمیشدی، یهو یک شه کسی میاد اونقدر سیخونک میزنه، یهو منفجر میشه، یهو متوجه میشه، وای، یعنی از خودت هم بعضی وقت هم شوکه میشه، میگه در من چه خشمایی وجود داره که من نمیدونستم. میگم از خودمون هم اینطوری اطلاعی زیادی نداریم و اینجاست که به هر حال انسان همین یک دلغت که از خودش اطلاع نداره، از خودش رو درست نمیشناسه و همینطورم پشت این زندان گناه قرار گرفته. یه وجدانی داره که این وجدانم دائما بهش میگه که چی خوبه چی بده، چی باید انجام بدم چی نباید انجام بدم، یا اون عکس دیگه، یا تقریبا مثل یک توی یک چی میگن قفسی هستی، یا چی میگن اینجا توی یک انبار قلب خودت قرار گرفتی و وجدان رو داری و میدونی چی خوبه چی بده، فقط نمیتونی انجام بدی چون قدرتش رو نداری، محبتش رو نداری. به این خاطر در این قسمت و که باعث هم میشه که خودت هم همینطور محکوم میکنی، چون زمانی میخوای یه کاری انجام بدی نمیتونی انجام بدی، میدونی برعکس انجام میدی، آخرش هم دوباره خودت رو محکوم میکنی، ترس به وجود میاد، ترس از خدا هم به وجود میاد، انا خدا چطور من میذاره بپذیره، و خیلی چیزایی هست که واقعا این باعث میشه که الان مخصوصا در این قرن 21 اونقدر افسردگی رشد کرده. تمام این تو آلمان برحال اینطوریه، تو ایران نمیدونم چطوره، فقط تو آلمان تمام دکترای روانشناس پرن، زمانی که میخوای بری اونجا ترمینی میدن بعد از 6 ماه، چون پرن، همه افسرده هستن، ناامید هستن، مریض هستن. این شخص اینجا دیگه مریض شده و به خاطر این مریضیش هم باعث میشه که بیماری هایی به وجود میاد، چون زمانی که نفس تو چی شده، زخمی شده و همینطورم برای خلاهایی هست، ناامیدی هست، این تأثیر میذاره روی سلامتیت. خیلی اصلا مریض یا مریضی آسما اینطوری چیزایی درگیر شدن، نه به خاطر اینکه بدن فیزیکیش ناقصه، نه به خاطر این چیزی که نفسی که الان مریض شده، که این سیمتوم هایی میشه، سیمتوم میگن نه فارسی، سیمتوم میشه زمانی که مثلا یه جای یه قسمتی در من مثلا پوستم چی شده، چی میگن میخاره، این نشانه اینه که میتونه باشه، ها مثال میذارم ها، میتونه باشه که از ربطی به چیز داره، ربطی به نفس من داره، اونجا یه چیزی هست که مثل اینکه این شخصی هست که اینجا میکوبه، میگه که من مشکل دارم و این پوست یا این بدن ما بعضی وقت اینو نشون میده، یا بعضی وقت هست که اینجا هرپس میگن، اینجا مریضی، اینجا فشار که زیاد میاد به زندگی تو و نمیتونی تحمل کنی، میتونه این هرپس میگن اونجا آنوفارس تبخال میتونه به وجود میاد. این نشانه هایی هستن که یه مشکلی در تو هست، مثل اینکه این شخصی در باطن تو اونجا فقط میکوبه که من مریض هستم کمکم کن، من مریض هستم کمکم کن،
و تو چون خودت هم اطلاع نداری از خودت، نمیدونی چه اتفاقی هست، نمیدونی مشکلت چیه، به این خاطر میری پیش دکتر، اونجا فقط به تو دارو میدن و سعی میکنی از بیرون مشکل رو حل کنی، فقط از درون هنوزی مشکل مونده. اینجا باید احتیاج هست به روان درمانی. فقط این روان درمانی دنیایی هم فایده نداره، چون روان درمانی دنیایی فقط اونجا به هر حال چند تا چیزای خوبی هست، چیزای نشون میدن، فقط روان درمانی اصل خود روح القدس که میاد و اونجا از ته قلب، یعنی اینجا صحبت خواهیم کرد چطور میاد که این شخص باطنی تو که مریضه اونجا شفا میده. یا بعد به هر حال شیطان ما رو در این حال نگه میداره. شیطان همینطور که گفتن رئیس این جهان است. شیطان گناهکار است و از ابتدا گناه کرده است. شیطان بر روی مرگ قدرت دارد. ابلیس یعنی شیطان دروغگو و پدر دروغگو است. شیطان خواهان پرستش و قدرت کانه، یعنی دنبال پرستش است. هر چقدر ما به هر حال ناطاعتی نافرمانی میکنیم از خدا، از کلام خدا، تقریبا میتونیم بگیم که همزمان هم رأی رو به شیطان میدیم و او رو بی‌پرستیم و ابلیس فریبکار و متهم کننده هست. از زمانی که میگم که ابلیس دروغگو و پدر دروغگو هست، این توی کتاب مقدس نوشته پدر دروغگوها، اینا اشاره میکنم چون هر چیزی که توی کتاب مقدس نوشته معنی داره. پدر دروغگو یعنی یک مادر میتونه هر 9 ماه یک بار مادر بشه، بچه دار بشه، درسته؟ هر 9 ماه یک بار میتونه مادر بشه. پدر میتونه هر روز، در روز میتونه 10 بارم پدر بشه. منظور اینه که پدر دروغگو یعنی دائما در حال دروغ گفتنه، که فکر ما رو بگیره، قلب ما رو بگیره، کور و کر کنه که هیچ موقع به اون حقیقت نرسن. فقط خدا رو شکر برای وجودتون و همینطورم برای وجود شما که وارد این برنامه شدی، که اگه واقعا با نیت درست خدا رو جستجو میکنیم و میخواییم با حقیقت آشنا بشین، این امکان رو برحال خداوند به تک تک ما میده که بتونیم با حقیقت آشنا بشیم، که بتونیم خودمون رو نگاه کنیم، خودمون رو بیازماییم و ببینیم که واقعا تا امروزی به این نتیجه، به این هدف، به اون تصویر از خدا رسیدم، آیا درسته، درست نیست، که واقعا به خودمون نگاه کنیم. و خوبیه این تعلیمایی که اینجا هست که یه چیزی تئوری صحبت نمی کنم، مثلا بیرون از تو، این چیزی که مربوط به خودته، خودت باید نگاه کنید، فکرایتون، انگیزه های خودتون، اونجا خیلی خوب با خودتون آشنا میشین که آیا چه مشکلی هست، آیا واقعا دنبال پول و موفقیت هستی و چیز به دست بیاری، چرا بده، چه دلیلی، هدف چیه، پولدار میخوای بشی برای چی. اونجاست که برای شاید افرادی هستن که در بچگی واقعا اونقدر کوبیده شدن، اونقدر فشار روش اومده، اونقدر ترس شدن، الان میگه الان من میرم پولدار میشم که این دنیا نشون بدم. فقط اینم میگم که هر پولی هم داشته باشی خلأ هنوز مونده، هر چقدر موفقیتی هم باشی، بعد از اینم پولدارم شدی، همه هم میان دست میزنن، همه دستش رو میزنن اونجا، فقط دوستایی داری، فقط تو رو دوست دارم، بلکه پول تو رو دوست دارم. اونقدر زیاد چیزای دروغهایی هست و اونقدر خودمون رو دروغ میگیم، اونقدر دور خودمون میچرخیم، آخر به یه نتیجه نمیرسیم. عیسی مسیح راه حل رو داره و امیدوار هستم توی این جلسه حقشیان به این آسونترین راه رو برسیم. آسونترین بگم که یا آسونترین راه رو، یا راه رو برسیم، بهترین رو برسیم، که واقعا بدونین که خدا با چه کاری که خودش کرده. هفته آینده در مورد صحبت میکنیم که بتونیم با تصمیمهای خودمون، با ایمان خودمون که به اونجا رسیدیم، قلب ما پر از، یا این خلاهای ما پر از روح خدا، یعنی از خدا بکنیم، که اون موقع هست که واقعا به شما میگم میتونین استراحت کنین، چون الان یه چیزی، یه گنجی به دست آوردین که اول هیچ کسی نمیتونه این گنج رو از تو برداره، و این گنجم
تمام آرزوهایی داری در این گنج پیدا میشه، یا مشکلهایی هست، فشارهایی هست، فقط الان در قلبتون این خلاها پر خواهند شد. این آرزوی ماست، این دعای ماست برای شما هم عزیزان که تو ایران، تو کشورهای دیگه هستین و دعای خودتون بکنین. هنوز شاید چیزایی برای شما چیز باز نشده، فقط بدونی که کلام خود اینطوری میگه که خدا دنبال قلب هایی هستن که واقعا خدا رو، خدای خالق رو، حقیقت رو جستجو میکنن. برحال ما در زندگی خودمون خیلی تجربه هایی داشتیم، خیلی چیزهایی شنیدیم، الان دین اسلام بود، مسیح بود، هر دین هایی میخوای بگی. ما برای خودمون بعد از یه مدت یک تصویری درست میکنیم از خدا، و هر دفعه هم تو کلیسا هم میگم، یا تو کتاب مقدس هم اونجا نوشته، در این 10 تا فرمان که نوشته گفته که هیچ تصویری از خدا درست نکنیم، یعنی یه بوتی بسازیم، یه چیزی بسازیم، چون هیچ کسی نمیتونه یه تصویری از خدا درست کنه، چون هیچ کسی خدا رو نمیشناسه. به این خاطر میگه بت پرستی نکنین، چیزایی درست نکنین، بگین که این خدای منه. تصویر درست خدا عزیزان فقط و فقط خدا میتونه به شما مکاشفه کنه. تنها خداست که میتونه خودش رو به تو معرفی کنه اگه تو دنبال حقیقت هستی. آمین. و زمانی که این تصویری که خود خدا به تو این مکاشفه رو میده داری، نتیجه رو خواهی دید که اتفاقی در قلبت میفته، چون این مکاشفه تأثیر داره و به شناخت خدا میری و خلاهای تو هم اینطور پر خواهد شد به وسیله ایمان آخر. گود، فکر میکنم برای امروز کافی. هفته آینده امیدوار هستم بتونم هفته آینده شاید، چون هفته آینده ما یک مهمونی داریم، برادرمون ادوارد، کشیش ادوارد هورسپیان میاد هامبورگ، و روز شنبه ما اینجا یه جلسه ای داریم، جلسه خادمین داریم، و منم اونجا برادر اونجا باید باشم. به این خاطر من فکر میکنم هفته آینده باید چیز کنم، یا باید قبل از این شاید جا چیز کنم، موعظه کنم، تعلیم بدم و ضبط کنم که روز شنبه بذاریم اونجا روی چیز، چه میگن، روی اینستاگرام، یا بعد الان ببینم چطوره. حتما برحال به شما خبر خواهیم داد، کسانم که نگاه میکنن حتما خبر خواهیم داد که این چیز حقچی ها رو دنبال کنیم. فیض مسیح الان با شما باشه. یه دعای آخرم میکنم. سوالی هست اینجا؟ نمیدونم اونجا آرتین سوالی چیزی نبود؟ یا سوال نیست؟ همه چی فهمیدید؟ سوال من سوال اول میاد، ولی به مرور زمان که من صبر کنم سوال من جواب داده میشه بدون اینکه سوال بپرسم. یا خدا رو شکر. یعنی معمولا من هر دفعه میگم که زمانی که شروع میکنم صبر کنیم تا آخر، بعد از این سوال بکنید، چون وسطش اونجا برای سوالایی به وجود میاد، بعد از این تو این صحبت ها چیزایی گفته میشه که جواب داده بشه. اگر نه سوالی دیگه هم باشه بعد از اینم میتونین از من بپرسین. باشه، خدا من تشکر میکنی برای امروز. مرسی خدا من به من کمک کردی که بتونم کلام تو رو امروزم صحبت کنم خدا من، و از تو عیسی مسیح تعریف کنم، از مهربانی تو، از فیض تو، از رحمتهای تو، و همینطورم محبت تو، شخصیت تو. خدا من افتخار میکنیم خدای مثل تو داریم خدا من، و خدا من چه بهتر که تو خودت به وسیله روح القدس خودت خدا من به عزیزانی که اینجا هستن و افرادی که تو اینستاگرام اونجا با ما وصل شدن، خودت این مکاشفه رو بهشون ببخشی. آرزو من اینه که خودت بیای معرفی کنی خودت، که واقعا بدونن این تصویرهایی اگر ساختن از تو که درست نیست،
خداوند تو با محبت تو خداوند کنار بدی و خودتو اونجا تصویر خودتو نشون بدی و یا شخصیت ماهیت تو و کار عظیمی که به وسیله محبتت انجام دادی خداوند که بتونن به دست بیارن، آخرش هم بتونن ایمان بیارن که تو تنها راه حقیقت و حیات هستی و هیچ کسی جز از تو نمیتونه پیش پدر بره. این دعا رو میکنم خداوند و برکت تو رو میطلبم در نام عیسی مسیح. آمین و آمین. خدا به شما برکت بده. پس تا به احتمال زیاد هفته آینده هم